سلام به روی ماهتون، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. بچه تو این ویدیو میخوایم راجع به چند تا ماسک جوانساز برای پوستتون با هم دیگه صحبت کنیم. مثل همیشه اگر به موضوعات پوست و سلامتی زیبایی علاقه‌مندین، چنل یوتیوبمو سابسکرایب کنین، ویدیو لایک کنین و هر سوالی داشتین تو قسمت کامنت ها برای من بنویسین. خب اولین ماسک با ماسک سفیده تخم مرغ و لیمو هستش. بچه سفیده تخم مرغ میتونه منافذ صورتتون رو باز کنه، باعث لیفتینگ موقت پوست بشه. در کنارش لیمو ویتامین سی داره که میتونه جوشای سرسیاه و لکه های صورتتون رو کاملا از بین ببره. یه عدد سفیده تخم مرغ رو با چنگال هم بزنین، چند قطعه آب لیمو بهش اضافه کنین. ماسک آماده شد میزنید رو صورتتون و اجازه میدید تا کاملا رو صورتتون خشک بشه و در نهایت این ماسک رو با آب ولرم کاملا میشوید. ماسک بعدی مون ماسک گوجه فرنگی. بچه گوجه فرنگی حاوی لیکوپون هستش که فرآیند پیر شدن پوستتون رو کنترل میکنه. یه قاشق شکر توی یه ظرف مناسب بریزید، یه گوجه فرنگی رو به صورت نگینی خودش کنید و به شکرتون اضافه کنید. ماسک صورتتون آماده شده و الان میتونید اون مواد رو بردارید و به صورتتون به صورت دورانی به مدت 10 دقیقه ماساژ بدید و در آخر صورتتون رو با آب ولرم بشوید. ماسک بعدیمون توت فرنگیه. بچه توت فرنگی حاوی آلفا هیدروکسی اسیده، سلهای مرده پوستتون رو از بین میبره، داروی سالسیلیک اسیدی که چربی های اضافه پوست صورتتون رو پاک میکنه و میتونه پوست چربتون رو کاملا متعادل کنه. یه عدد توت فرنگی ها رو کاملا له میکنید و بعد صورتتون رو با توت فرنگی میپوشونید و صورتتون رو کاملا با آب میشوید بعد از 10 دقیقه. ماسک بعدمون گیوی فروت هستش که داره ویتامین سیه که کاملا کارش کلاژن سازی هستش. اضافه یه عدد گیوی فروت رو بچه با شکر کافی مخلوطش کنید. این خمیری که به دست میاد و کل صورت و بدنتون بزنید. بعد از هلوش یه دقیقه صورتتون رو کامل با آب ولرم بشوید. ماسک بعدیمون آووکادو هستش و ناوون کوهی که برای شما ماسک صورت آووکادو ناوون کوهی تاثیر معجزه آسایی روی پوست صورتتون داره. آووکادو داره ویتامین ای که برای پوست خشک مناسبه، ناوون کوهی چربی پوست رو متعادل میکنه و پاکسازی برای پوست صورتتون. یه آووکادو رو له کنید، چند قطعه از عصاره ناوون کوهی رو بهش اضافه کنید. ماسکی که آماده شده رو روی صورتتون بزنید و 5 دقیقه زمان بدید و بعد از 5 دقیقه صورتتون رو با آب ولرم یا سرد بشوید. ماسک بعدیمون هلو و جوی دو سره. همانند توت فرنگی بچه هلو داره یه اسید آلفا هیدروکسیه که بلغور جو هم برای نرم کردن و تسکین دادن پوست خشکتون مناسبه. یه هلو کاملا رسیده و له میکنید، یه قاشق سوپخوری آرد جوی دو سر، یه قاشق سوپخوری عسل، مواد رو با هم دیگه ترکیب میکنید و میذارید به مدت 10 دقیقه با پوست صورتتون بمونه و بعد صورتتون رو با آب ولرم یا سرد میشوید. ماسک بعدیمون موز و ماست هستش. بچه موز به خاطر داشتن پتاسیمی که داره باعث کلاژن سازی میشه و ماست هم اسیدهای چرب طبیعی داره که اگر پوستتون خشک باشه ترکیب این دوتا علاوه بر کلاژن سازی آبستنی پوستتون رو هم انجام میده. کافیه یه موز رو کاملا مسیله و له کنید، دو قاشق سوپخوری به ماست اضافه کنید. ماسک صورتی که آماده شده و به صورتتون کاملا بمالیدش و بعد از هلوش 15 دقیقه صورتتون رو با آب ولرم یا سرد بشوید. ماسک بعدیمون خیابه. بچه خیاب داره خاصیت خنک کننده است که قرمزی پوف التهاب پوستتون رو کم میکنه. داخل یه مخلوط کن نصف خیاب با یه قاشق سوپخوری ماست، مواد رو با هم دیگه ترکیب کنید، بذارید به مدت 20 دقیقه صورتتون بمونه، بعد از 20 دقیقه صورتتون رو کامل بشوید. ماسک بعدیمون شکر قهوه‌ای و شیره. شکر قهوه‌ای بچه ها یک اگزوفیلانت هستش، در از به عنوان یک لایه برداری استفاده میشه که پوستای مردتون رو کاملا احیا میکنه و شیر هم نقش تمیز کنندگی داره. یه فنجون شکر قهوه‌ای رو با یه قاشق سوپخوری شیر مخلوط میکنید، به مدت 60 ثانیه به صورتتون میزنید و بعد 15 دقیقه صبر میکنید، بعد صورتتون رو با آب ولرم یا سرد میشوید. ماسک بعدیمون عسل و ماسته. ماست داره اسید لاکتیکه، عسل هم باعث از بین رفتن جوش های صورت، چربی های اضافه پوست و آبستنی خیلی خوب میشه. یه قاشق شکر ماست، دو قاشق سوپخوری عسل به مدت 10 تا 15 دقیقه با پوستتون بمونه و بعد با آب ولرم یا سرد صورتتون رو بشوید. مرسی از اینکه تا انتهای ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد حتما لایکش کنید، به عزیزانتون بفرستید. اگه سوالی داشتید تو قسمت کامنت ها از من بپرسید.